با وجود رد صلاحیت دو نخست وزیر سابق پاکستان به دنبال پیوستن به رقابت‌های انتخاباتی هستند، عمران خان و نواز شریف برای شرکت در انتخابات آتی پاکستان نامزدی خود را ثبت کردند. هورا عبدالمجید گزارش می‌دهد. دو نخست وزیر سابق پاکستان روز جمعه مدارک نامزدی خود را ارائه کردند تا با وجود رد صلاحیت دوباره به دنبال کرسی‌هایی در پارلمان باشند. مدارک نامزدی عمران خان توسط نماینده وی در منطقه زادگاهش میانوالی برای رقابت در فوریه ارائه شده است. برخی از رسانه‌های پاکستانی هم گزارش دادند که در انتخابات مجلس ملی پاکستان مدارک نواز شریف نیز توسط تیم حقوقی او ارسال شده است. عمران خان که در حال حاضر در زندان در شهر راولپندی در شمال شرقی پادگان به سر می‌برد، در ماه اوت توسط کمیسیون انتخابات پاکستان ECP پس از محکومیت در پرونده‌ای که او را به خرید و فروش غیرقانونی هدایای خارجی که دریافت کرده بود به مدت 5 سال رد صلاحیت شد. عمران خان به دادگاه عالی اسلام آباد مراجعه کرد تا رد صلاحیت خود را لغو کند، اما روز پنجشنبه دادگاه عالی درخواست او را رد کرد و راه او را برای رقابت در انتخابات آتی مسدود کرد. اکنون انتظار می رود که تیم حقوقی ستاره سابق کریکت که تبدیل به سیاستمدار شده است در دادگاه عالی درخواست تجدید نظر کند تا به عمران خان اجازه دهد در انتخابات شرکت کند. دیوان عالی پاکستان همچنین برای عمران خان و وزیر خارجه سابقش شاه محمود قریشی در یک پرونده دولتی وثیقه صادر کرد. نواز شریف هم در سال 2017 توسط دادگاه عالی پاکستان برای ابد رد صلاحیت شد و در 2 پرونده مختلف نیز محکوم و مجرم شناخته شد. با این حال دادگاه عالی اسلام آباد اخیراً او را در هر دو مورد تبرئه کرد. پس از آخرین حکم تبرئه، نواز شریف اگرچه دیگر محکوم نیست اما باید منتظر حکم جدید دادگاه عالی پاکستان باشد که او را به دلیل پنهان کردن جزئیات دارایی و اموالش در سال 2017 به صورت مادام العمر از تصدی پست‌های دولتی سلب صلاحیت کرد. آقا عبدالمجید، اخبارشیه. افضل رضا کارشناس امور پاکستان و افغانستان از اسلام آباد با ما همراهند. آقای افضل رضا سلام و عرض ادب. بنده نظر سلام دارم خدمت شما همکار گرامی و همچنین بینندگان محترم شبکه امام حسین علیه السلام. بله آقای افضل رضا، با هم گزارش رو دیدیم. به چه دلیل عمران خان و نواز شریف رد صلاحیت شدن و آیا امکان تایید صلاحیت مجدد این نخست و این دو نخست وزیر سابق وجود داره؟ ممنونم، توضیحات بسیار سازنده از توی گزارشگرمون ارائه شد. البته پرونده دیگر علیه آقای نواز شریف که 5 سال پیش زمان نخست وزیر این کشور بود فعلا در میون نیست و الان همه چی بستگی به حکم آینده دیوان عالی پاکستان داره که آیا دیوان عالی با سلب صلاحیت مادام العمر آقای نواز شریف برای لغوش موافقت خواهد کرد یا نه. ولی اونجوری که بالاخره آقای نواز شریف بعد 4 سال خارج نشینی به پاکستان برمیگرده و این مسیر هموار میشه واسش، مجازاتش تعلیق میشه و در 2 پرونده تبرئه میشه و از اون سو آقای عمران خان به عنوان نخست وزیر برکنار شده و یکی از مخالفان سرسخت نواز شریف و حزبش، به نظر میرسه که راه برای آقای نواز شریف هموارتر هستش تا آقای عمران خان. آقای عمران خان هرچند تونسته از طریق مدافعان حقوقی خودش از 2 حوزه انتخاباتی میانوالی و شهر لاهور برای شرکت در انتخابات عمومی ماه آینده در یعنی ماه فوریه شرکت کنه، ولی به نظر ناظران سیاسی بعید به نظر میرسه کمیسیون انتخابات با صلاحیت ایشون موافقت کنه و دوباره سر همون حکمای قبلی که 5 سال سلب صلاحیت شده این بارم از شرکت در انتخابات باز بمونه. بله، در صورت تایید یا رد صلاحیت این دو نخست وزیر در رابطه با آرایش سیاسی پاکستان در انتخابات پیش رو مختصرا توضیح بفرمایید.
اون چی که به نظر میرسه خیزه که آقای نواز شریف به حزبش گرفتن واسه به دست گرفتن مجدد قدرت در پاکستان و عرصه سیاسی برای حزب آقای عمران خان هم هر روز داره تنگتر میشه. به نظر میرسه که خیلی راحت آقای عمران خان از عرصه انتخابات کنار گذاشته بشه و راه برای نواز شریف و همکارانش واسه تشکیل یک دولت جدید هموار بشه. البته آقای نواز شریف هم مدعی هستش که به زودی میتونه این رأی رو از دیوان عالی بگیره و اگر دوباره قدرت در پاکستان به دست بگیره میتونه کشور رو از این جنجال سیاسی و اقتصادی نجات بده.